امروز درسمون خیلی سخته و خیلی هم مهمه به خاطر اینکه میخوام وارد مسائل اسیدوز و مسائل پهاش بشیم. برای ورود به مسائل پهاش و مسائل اسیدوز یه مقدماتی نیاز داریم از ریاضی که اول میخوام کارو یه مروری بکنیم با هم دیگه. قبلا تو نظام قدیم اسید و باز فصل 3 کتاب پیش دانشگاهی، یعنی ما اسید و باز رو حوالی مثلا بهمن اینا باید درس بدادیم تا به ترتیب کتاب درسی و همیشه هم اولا تا موقع بچه ها تو ریاضیشون لوگاریتم خونده بودن و ما این داستان رو نداشتیم. اما این نظام جدید به خاطر اینکه اسید و باز آوردن تو فصل 1 دوازدهم و اول شروع کتاب دوازدهم با بحث اسید و باز و متعاقبا مسائل اسید باز و توش ما از لوگاریتم استفاده میکنیم، خودمون ناچاریم لوگاریتم رو درس بدیم. نه خیلی گسترده، ما لوگاریتم توابع رو نمیخوایم یاد بگیریم. لوگاریتم توابع و لوگاریتم پارامتری مال ریاضیه. شما لوگ یک عبارت ریاضی درجه 1، درجه 2، درجه 3 یاد میگیری، قواعدش رو فلان. ما با لوگاریتم اعداد و لوگاریتم توابع خیلی ساده کار داریم و در همین حد میخوایم الان قوانینش رو هم یاد بگیریم که توی شیمی استفاده کنیم. ما وقتی میگیم اصلا لوگ چیه؟ شما وقتی میگی لوگاریتم، یعنی اینجوری مینویسی، اینو باید بخونی لوگاریتم آ در مبنای بی. لوگ آ در مبنای بی، لوگ آ در مبنای بی جوابی داره مثلا مثل ایکس. این یعنی اگر بی به توان ایکس برسه جوابش میشه آ، بی به توان ایکس برابر است با. پس در واقع میتونیم ادعا بکنیم لوگاریتم معکوس جملات نمایی یا توانی است. یعنی شما اگر یک عبارت تواندار رو، یک جمله تواندار رو بخوای معکوسش بکنی به شکل معکوس بنویسی، باید بنویسی لوگ آ در مبنای بی میشه ایکس. یعنی یک عبارت تواندار معکوسش میشه یک عبارت لوگاریتمی و یک عبارت لوگاریتمی معکوسش میشه یک عبارت نمایی یا توانی. این که مشکلی نداره، حالا فهمیدن اینو؟ بله. اگر لوگاریتمی باشه که مبنا نداشته باشه، یعنی فقط به من اینو بده بگه لوگ آ مساوی با ایکس، لوگ بی مبنا مبناش همیشه چنده؟ دهه. پس یعنی این یعنی دهه، اینجا ننوشتین یعنی دهه، دهه به توان ایکس مساوی با آ. درسته؟ نه اولا اینجا پاک میکنیم که بعدا بدونید اگر لوگ مبنا نداشت یعنی مبناش دهه و باید بنویسید دهه به توان ایکس میشه آ. دو تا تبدیل در جملات لوگاریتمی هست، یکی تبدیل ضرب به جمع و یکی هم تبدیل تقسیم به منها یا ضرب. اگر به من گفته باشه لوگ آ ضرب در بی، من بخوام اینو بازش بکنم میشه لوگ آ به علاوه لوگ. درست؟ اگر گفته باشه لوگ آ تقسیم بر بی، حالا من اشکالی داره تقسیم بر بی اینجوری نشون بدم، یه لوگ آ بیوم آ تقسیم بر بی، لوگ آ بیوم رو بخوام جدا کنم میشه لوگ آ منهای لوگ بی. درسته؟ تبدیل ضرب به جمع، تقسیم به منها. مشکلی نیست؟ اگر داشته باشم لوگ آ ضرب در ده به توان منهای بی منفی هم پشتش باشه. این جمله رو نگاه کن، بسیار بسیار زیاد در مسائل اسید باز شما با این جمله مواجه میشید، منفی لوگ دو در ده به توان منفی پنج، منفی لوگ سه در ده به توان منفی هشت، منفی لوگ چار و نیم در ده به توان منهای سه و شیشتمون. یعنی منفی لوگ یه چیزی در ده به توان منهای یه چیزی. حالا اون دو تا چیز میتونن هر چی باشن، عدد صحیح باشن، عشاری باشن، کسی باشن، ولی خلاصه با این خیلی مواجه میشه. این جوابش میشه بی منهای لوگ آ. این بی رو از اینجا وقتی داری توان منفی رو میبری پشت لوگاریتم، علامتش هم میکنی مثبت، منهای بی بره این پشت میشه بی، ادامه‌شو می‌نویسیم منهای لوگ آ، بی
دیمن های لوگه ها. الان میگی چرا؟ میخواییم این پایینیه رو اثباتش کنیم. من اینو می‌نویسم من های لوگ آ ضرب در ده به توان من های لوگ. منفی وقتی پشت یک عبارت باشه در تمام اجزای اون عبارت ضرب میشه دیگه، درسته؟ الان در واقع این منفی که ما اینجا داریم مال کل این عبارت، یعنی منفی لوگ آ در توان های لوگ منفی مال کل این جمله است، درست؟ الان فقط به پرانتز کار داریم، این منفی پشتش رو که میذاریم با منفی پشت کاریم. پرانتز مگه حاصل ضرب دوتا جمله نیست؟ لوگ حاصل ضرب دیگه. لوگ حاصل ضرب قانونش چی بود؟ بازش کنیم میتونیم به صورت جمع بنویسیم، درسته؟ لوگ یه چیزی ضرب در یه چیزی میشه لوگ چیز اول به علاوه یه لوگ چیز دوم. پس اینو چی بنویسم تو بگو؟ لوگ ها به علاوه لوگ ده به توان من های بی، درسته؟ بله؟ قبل از اینکه اینا رو دارم بدم دو چیز دیگر رو جاید رو بکنم. لوگ ده به توان هر چیزی میشه همون چیز، درسته؟ حالا اگر اون توان منفی باشه جوابش هم میشه منفی دیگه، درسته؟ یعنی لوگ ده به توان من های ایکس میشه من های ایکس، موافقی؟ لوگ ده به توان هر چیزی میشه همون چیز، حالا مثبت باشه مثبت جوابش، منفی باشه منفی. حالا یه سوال، اگر من تو اینجا رو دقت کن اینو بکنمش من های منفی پشتش بذارم، خب مگه نمیگم لوگ ده به توان ایکس ایکسه؟ خب یه منفی پشتشه جواب هم همون منفیه رو باید داشته باشه دیگه، پس منفی لوگ ده به توان ایکس من های ایکسه، فهمیدی چی؟ بله؟ حالا اگر یه منفی اینجا باشه توانش هم منفی باشه جواب لوگ ده به توان هر چیزی همون چیزه، حالا یه منفی هم پشتش داره یعنی میشه من های ایکس، یعنی میشه چی؟ جا قبلی کدومه؟ اینو؟ 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 نه چرا باکار میخوام منفی دار باشه، میخوام من های لوگ عاده. آقا بذار اینجوری بگم، ما همین الان گفتیم معکوس تابع نمایی میشه تابع لوگاریتم، درسته؟ یعنی معکوس جملات توان دار میشه جملات لوگاریتم. مگه الان ده به توان ایکس یه جمله توان دار نیست، درسته؟ ده به توان ایکس یه جمله چیه؟ توان دار. اگر ازش لوگ بگیریم یعنی داریم معکوس کار توان انجام میدیم دیگه، درسته؟ ده به توان x یه جمله توان داره، ما میایم ازش چی میگیریم؟ لوگ میگیریم. آقا لوگ گرفتن از یک جمله توان دار، لوگ گرفتن از یک جمله توان دار عین اینه که دو قدم بری جلو دو قدم برگردی عقب، جواب میشه همون جایی که بودی. لوگ ده به توان x میشه x، چون تو اومدی از یه جمله تواندار لوگ گرفتی، دو تا کار معکوس رو انجام دادی. عین این میونه که بگی منفی منهای ایکس میشه ایکس، در یک عدد منفی منفی ضرب کردی، مثل این میونه دوی ضرب در یه دوم ایکس در یک عددی که ضریب یه دوم داره دو ضرب کردی، دو تا عمل معکوس هم دیگر رو انجام بدی جواب این میشه ایکس، دو ضرب در یه دوم ایکس میشه ایکس. هر موقع دو تا عمل خلاف ریاضی رو همزمان انجام بدیم روی یک جمله میشه خود اون جمله اولی، دو ضرب در یه دوم میشه خود ایکس، منها ضرب در جمله منفی میشه خود ایکس، فهمید شو؟ لوگاریتم معکوسش میشه جمله تواندار، درست؟ پس تو وقتی از یک جمله تواندار لوگ میگیری داری دو تا کار خلاف انجام میدی، جوابش میشه خود ایکس. اگه منفی باشه باشه اون منفی هست، جواب این تیکش که ایکسه و منفی هم پیزر میشه بسید چه مزمایی بسید.
جواب این تیک، مگه نگفتیم لوگ ده به توان هر چیزی میشه همون چیز؟ پس لوگ ده به توان منفی ایکس میشه منفی ایکس، یا منفی ایکس یه منفی هم که پشتش داره، منفی در منفی میشه مصبت. دارید میفهمین؟ خیلی اینا ساده است، خیلی اینا مقدماتی ها. اولیه اینو چی شد چی شد؟ دوارتون خودم رو نمیدونم، فقط فهمید کنم رو فهمیدم. آخه این بلد بودن لوگاریتم یک عملگر ریاضیه. الان ریاضی از کجا شروع کردن دارم بهتون درس میدم؟ ما اصلا می نویسیم آقا ایکس منهای دو بزرگتر از ایگرگ به علاوه پر، این یعنی چی؟ ریاضی یعنی نداره. یه معادله یا نامعادله شما اینو شروع کنیم و ببریم و ببریم آن نسبت ایکسو. لوگاریتم یک عملگر تابع چیه؟ لوگاریتم چیه؟ مشتق چیه؟ انتر هر کدوم یک عملگر ریاضی هم که یه کاری انجام میدن. لوگاریتم کارش چیه؟ میگه جلوی لوگ هرچی نوشتی جوابش شد x، یعنی b به توان x آل، یعنی لوگاریتم به سال عددی میزنه میفهمیم. بیا ما میگیم لوگ دو، لوگ دو، نه بذار یه چیزی مثال بزنم که ده دو الان تو بگو این لوگاریتم چه عددی بوده؟ الان اینجا چه عددی بوده؟ ده بوده. ها؟ لوگ آ در مبنای بی بشه ایکس، یعنی بی به توان ایکس میشه آ، بی به توان ایکس میشه آ. چند بار اینو نگاه کن، بی به توان ایکس میشه آ، بی به توان ایکس میشه آ، این به توان این میشه این، این به توان این میشه این. خب به توان برسون به جوابش. ده به توان صد، نه ده زد به صد، بلش کن، نمیخواد جواب بگی. ده به توان صد درست شد؟ این یعنی لوگاریتم. یعنی اگر من لوگ ده به توان صد رو ازت بپرسم تو چند باید جواب بدی؟ صد. بله لوگ ده به توان صد جوابش میشه صد. حالا چرا خوب شد این مثال عددی خواست؟ نگاه کن یه لحظه اینجا رو نگاه کن، الان من ثابت کردم که لوگ ده به توان صد صد دیگه، درسته؟ باش لوگ ده به توان صد صد، اینجا رو نگاه کن، لوگ ده به توان هر چیزی میشه همون چیز، لوگ ده به توان هر چیزی میشه همون چیز، لوگ ده به توان صد شد صد. بله؟ مارمولت که دایناسور نیست که چیز کاری هست؟ مارمولت اصلا سمت آدم نمیاد؟ سمت تو داشت می اومد؟ نه 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 سمت آدم داشت می اومد. خب ما داشتیم در مورد این صحبت می کردیم که آقا این چجوری شد این؟ بله همین آخرین موضوعی که داریم میگیم، همین موقع به بیو بریم تو مسئله هست. منهای لوگ آ در تا منهای بی رو گفتم میشه بی منهای لوگ آ. شما باید این استفاده کنید. میتونستم اثباتشو بهت نگم، بگم آقا هر موقع دیدی منفی لوگ آ در تا منهای بی بنویس بی منهای لوگ آ. ولی پرسیدی چرا؟ که یا باید این کار کنم؟ دارم برای اثباتشو کنم. اون جمله رو نوشتم، منهای لوگ آ در تا منهای بی رو نوشتم، منهای پشت تو کل جمله داره ضرب میشه، پس منها رو نگه داشتم، داخل پرانتز ضرب رو به چی تبدیل کردم؟ به جمع. طبق این قانون ضرب عبارت های لوگاریتمی جدا بشه به جمع تبدیل بشه. حالا این منفیه توی هر دو تا جمله چی میشه؟ ضرب. پس در واقع من میتونم اینو بازش کنم، بنویسم منهای لوگ آ منهای لوگ در به توان منهایی. موافقی؟ فقط منفی رو توی این جمله و این جمله ضرب کرد، چون هر دو جمله مثبت بود منفی توشون ضرب بشه، هر دو جمله رو میکنه منفی. منهای لوگ آ منهای لوگ در به توان منهایی، درسته؟ اینو نگاه کن،
لوگ ده به توان هر چیزی مگه نمیشه همون چیز؟ لوگ ده به توان هر چیزی میشه هم. حالا اگه علامتش پشت باشه جواب هم همون علامت رو خواهد داشت. پس لوگ ده به توان هر چیزی میشه همون چیز، درسته؟ پس یعنی الان این تیکه جوابش میشه چی؟ میشه چی؟ مگه منهای بی نیست؟ میشه مثبت بی. پس در واقع جواب شد منهای لوگ آ به علاوه دی. حالا اشکالی داره من در علاوه جای این دو جمله رو عوض کنم؟ این مگه همون دی منهای لوگ آ نیست؟ بله؟ دی منهای لوگ آ درست شد؟ اثباتش اصلا لازم نداریم، ولی وقتی بدونیش با دید بازتری ازش استفاده میکنیم. استاد پرانتز منفی رو در کردیم بلندتر؟ منفی رو بعد پرانتز در کردیم، بعد منفی اول اومدم جمله ضرب رو به جمع تبدیل کردم، بعد منفی رو توی هر دو جمله ضرب کردم. این منفی توی این جمله ضرب بشه میشه منهای لوگ آ، منهای لوگ آ. توی این جمله ضرب بشه میشه منهای لوگ در رو توان منهای بود، منهای لوگ در زمانهای بی، درسته؟ لوگ ده به توان چی؟ بابا اینو بفهم تو قرآن. لوگ ده به توان درد میشه درد، لوگ ده به توان مرض مرض، لوگ ده به توان حناق میشه اون هرچی، لوگ ده به توان هرچی، لوگ ده به توان هرچی. حالا اینجا هرچیمون چیه؟ منهای بیه، بس جوابشون منهای بیه. لوگ ده به توان هر چی میشه همون چیز. حالا یه منفی هم باشه، چیز داره منفیش هم گذاشته، اگه این منفی نبود این هم نمیشه. لوگ ده به توان هر چیزی میشه همون چیز، لوگ ده به توان هر چیزی میشه همون چیز. حالا مگه پشت کل جمله منفی نیست؟ منفی تو منفی این ضرب بشه بیو میکنه مثبت، پس جمله جواب کلی ها میشه منهای لوگ آ به علاوه بی، درسته؟ منهای لوگ آ به علاوه بی، منهای لوگ آ به علاوه بی، من میارم اول بی منهای لوگ آ، درست شو؟ یکی از مهارت‌های مهمی که شما باید توی ریاضی کاری این فصل داشته باشی کار لوگ تموش، همین هم کار همین قواعد و بلد باشی کار تو اسید و باز حتی تو سخت‌ترین سوال هم را بید. یکی از مهارت‌هایی که باید داشته باشی باز کردن و شیپوندن جملات تواندار. زمانی که به شما میگن ده به توان پنج پس ده به توان دو ضرب در ده به توان سه، میشه شما نمیپرسید اه چی شد چرا؟ چون خیلی گلابیه و میتونی درک بکنی در ضرب عدد تواندار اگر پایه ها برابر باشن توان ها با هم جمع میشن. ببینید همه بلدی، درسته؟ در ضرب اعداد تواندار پایه ها برابر باشن توان ها با هم جمع میشن. هیچ کسی نیست اینو بنویسه حاصل ضرب میرسه دو در ضرب در توان 6، چون میدونه در ضرب عدد تواندار پایه هایی که باشن توان ها جمع میشن. خب چرا عدد ها اعشاری میشه؟ گم میکنید همه چی رو. آقا ده به توان دو هفتمون ده به توان دو ضرب در ده به توان هفتمونه، این با بالا چه فرقی داره؟ بالا یه عدد صحیح و شیبون میده دو تا عدد صحیح، حالا پایین داریم یه عدد عشاری میشکنیم به یه عدد صحیح و یه عدد عشاری، اشکالی داره؟ همون جوری که پنج جمع دو به علاوه سه، دو هفتمون جمع دو به علاوه هفتمونه دیگه، درسته؟ ده به توان منهای دو هفتمون فکر کنا پرت و پلا نگی تو رو ده به توان منهای، حالا وقتی توان منفی بازم قانون همون قانون بالاست، تو باید حاصل ضرب دو جمله‌ای رو بنویسی که جمع توانهاش برابر منهای دو هفتمون بشه. میفهمی چی میگم؟ یکی میاد به من میگه آقا ده به توان منهای دو ضرب در ده به توان منهای هفتمون، بله؟ یکی میاد میگه آقا ده به توان منهای یک ضرب در ده به توان منهای یک و هفتمون، درسته؟ یکی میاد میگه ده به توان منهای نیم ضرب در ده به توان منهای دو دو دهم، درسته؟ بله. 5000 مدل میشه اینجوری جمله داشت، حاصل ضرب دو عددی که پایه‌شون دهه
جمع تواناشون میشه منهای دو هفتم، منهای دو هفتم، جمع تواناشون میشه منهای دو هفتم، منهای دو هفتم. حالا اینجا بایدش هشم میشه ده به توان منهای سه ضرب در ده به توان مثبت سه در بازم حاصل جمع منهای سه و مثبت سه در میشه منهای دو هفتم. درسته؟ بله؟ ما تو مسئله های اسید باز لازم داریم همچین جملاتی رو این شکلی بشکنیم، یعنی به نحوی که حاصل ضرب دو عدد تواندار باشه، یکی توانش منفی یکی توانش مثبت. ببین الان این هر دو تا توانش منفیه به درد نمیخوره، هر دو توانش منفیه به درد نمیخوره، هر دو توان منفیه به درد نمیخوره. تا صبح میتونی اینجوری بسید هیچ کدوم به درد نمیخوره. ما تو مسئله های اسید باز جوری رو نیاز داریم که حاصل ضرب دو جمله باشه که یکی توانش مثبت باشه. درست شد؟ همین چی شد؟ ده به توان منهای چار و سه دهم. اینو دو جور میشه بازش کرد، ده به توان منهای چار ضرب در ده به توان منهای سه دهم. درسته؟ دوم شما بگید منهای پنج ضرب در ده به توان مثبت هفتم، منهای پنج ده علاوه هفتم میشه منهای چار و سه دهم. بله؟ ده به توان منهای ده و سه دهم رو بشون، ده به توان منهای یازده ضرب در ده به توان هفتم، یه توان منفی یه توان مثبت. درست شد؟ این واسه ما درسته، این واسه ما درسته، این واسه ما درسته. مشکلی نیست؟ لوگاریتم چی؟ نه باید سید الان کامل بشه درست آمش بعد میگم که درست. ما توی مسائل اسید باز لوگاریتم های یک تا ده رو زیاد استفاده میکنیم، پس باید لوگاریتم های یک تا ده رو حفظ باشیم. لوگ یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو و ده. لوگ یک جوابش صفره، لوگ دو جوابش سه دهمه، لوگ سه جوابش پنج دهم یا نیمه، لوگ چهار جوابش شیش دهمه، لوگ پنج جوابش هشت دهمه، هفت دهمه، لوگ شیش و هفت هر دو هشت دهمه، لوگ هشت و نو هر دو نه دهمه، لوگ ده یک. مگه جمله لوگاریتمی معکوس جمله تواندار نبود؟ ها؟ بله؟ پس بیا این جمله ها الان در واقع شما هر کدوم از اینا رو چجوری نوشتی؟ هر کدوم از اینا اینه لوگ یک مساوی صفر، لوگ دو مساوی سه دهم، لوگ دو لوگ سه مساوی پنج دهم، لوگ سه پنج، لوگ چهار شیش دهم، لوگ پنج هفت دهم. بله؟ معکوس جمله لوگاریتمی میشه. دکتر کجایی؟ چپ اینجا رو. معکوس جمله لوگاریتمی میشه چی؟ نمایی یا تواندار. پس لوگاریتم بی مبنا مبناش چنده؟ دره. پس یعنی همه اینا مبناشون دره. پس یعنی ده به توان صفر میشه؟ ده به توان صفر میشه یک. ده به توان سه دهم میشه دو. ده به توان پنج دهم میشه سه. ده به توان شیش دهم چهار. ده به توان هفت دهم پنج. بله؟ ده به توان هفتم. آها حالا قشنگ شد. هفتم پایین هم چه نشته بود از اول لوگاریتم شونه لوگ شیش میشه چقدر؟ هشتم. لوگ هفتم میشه؟ هشتم. لوگ هشت نهدهم. لوگ نه هم نهدهم.
لوگ ده هم که یک. حالا ما میگیم ده به توان هشتم شیش، ده به توان هشتم نمیشه دو تا جواب داشته باشه که میگم چی میگم؟ بله؟ معکوس اینا رو میخوای بنویسی، یعنی لوگاریتم رو میخوای تواندار بنویسی، همیشه بین دو تا عدد عدد کوچیک جواب. اینجا بین دو تا عدد عدد کوچیک جواب. یعنی چی؟ یعنی الان اگه بنت بگن ده به توان هشتم چند میشه، تو باید چی؟ یا شیش رو جواب بدی یا هفت دیگه کوچیکه، یعنی شیش میشه. همین چیشو بین این دو تا الان وقتی بهت بگن ده به توان نهدهم، یا باید هشت رو جواب بدی یا نه جواب بدی، عدد کوچیکه، یعنی همین چیشو؟ این هم که میشه ده به توان یک مساوی ده. حالا چرا اینجا این اتفاق میفته؟ در واقع لوگ 6 83 صدمه و لوگ 7 87 صدمه، یعنی تو رقم دوم اعشارشونه که با هم فرق دارن. میفهمی چی میگم؟ لوگ 6 83 صدم لوگ 7. ما واسه اینکه کارمون راحت بشه میایم فقط رقم اول اعشارشون رو مینویسیم. اما حالا اینجا رو نگاه کن تو این دوتا، این جوابش 83 صدم، این جوابش 87 صدمه. ما میخواییم بگیم ده به توان هشتم شیش میشه یا هشتم به 83 صدم نزدیکتر یا 87 صدم؟ 83 صدم. پس میگیم عدد کوچیکه رو به عنوان جواب اعلام میکنیم، درست شد؟ لوگ 8 91 صدمه، لوگ 9 95 صدمه. این 91 این 95، 19 به 91 نزدیکتر یا 95؟ 91. پس ما 8 رو به عنوان جواب اعلام میکنیم. ببینید چی شد؟ این تخته کل سواد ریاضیه که واسه اسید گاز باید بلد باشی. گوره بابای هر چی که ریاضی بلدی یا بلد نیستی، این تخته رو بلد باشی کل مسئله های اسید گاز رو میتونی حل کنی. بچه ها یه سوال، تا حالا شده من چیزی پای تخته بنویسم قبل از اینکه شما یا بنویسنش یا عکس بندازید پاکش کنم یا مثلا تخته رو بگیرم بشکونم یا مثلا این کارم چرا اینقدر هر چیز داری؟ یعنی همش یا منتظری بنویسی یا یک آروم باشی. این هست، من این تخته رو اتفاقا چون میخوام امروز فقط رو اون تخته مسئله حل میکنم، چون این قرار جلومون باشه، هی میخوام اینو نگاه کنیم، چون به شدت میخوام از این ریاضی ها استفاده کنم. نه نیست. این تخته تا آخر کلاس تا ساعت 5 این تخته پاکی میشه. میخوام استفاده کنم. حالا حواسو به من. فکر کنم توی سال نهم، کتاب سال نهم برای اولین بار به شما مفهوم pH رو معرفی میکنم. میگم مثلا اسید چیه، باز چیه، pH چیه. همونجا به شما گفتن که pH مقیاسی برای سنجش میزان اسیدی بازی بودن یک محلوله. pH محوری بازه عددیش بین 0 تا 14، وسطش 7. هر چی pH به سمت 0 بره محیط اسیدی میشه و هر چی به سمت 14 بره محیط چی میشه؟ بازی میشه. و 7 هم که چیه؟ آقا یه مفهوم جدیدی امسال اضافه میشه و ما یاد میگیریم تحت عنوان pOH. بازه pOH هم عین pH 0 تا 14، وسطش 7. این بر عین بالا اسیدیه، این بر عین بالا بازیه، این بر اینجا عین بالا خنثی. pOH معکوس pH. یعنی چی؟ محلولی که pHش صفره pHش چنده؟ حالا یه واحد برو جلو، محلولی که pHش یکه pHش یه واحد دفته اول محلولی که pHش 2.7 خب روی 2.7 از 14 2.7 هم برو عقب 11.3 درسته؟ بله 2.7 هم رفته عقب میشه 11.3 و به همین ترتیب هر عددی رو محور pH یه معادلی خواهد داشت روی محور pH که مجموع این دو عدد برابر با چنده؟ مجموع این دو عدد آقا 14 و 0 میشه 14، 1 با 13 میشه 2.7 با 11 و 3 میشه 7 و 7 میشه 14 و 0 میشه. پس هر عددی رو محور pH
معادلش رو روپه هاش پیدا کنی جمعش رو برابره؟ این میشه اولین معادله مسائل اصلی باز برای ما. همیشه در همه معمولهای دنیا حاصل جمع پی هاش به هاش برابر 14. ما تو مسئله ها میبینیم همیشه تو مسئله های اصلی باز اول سوال میگه در دمای 25 درجه محلولی از هیدروکلوریکاسی فلا 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 پی هاشش رو پیدا کن. در دمای 25 درجه فلا 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 در دمای 25 میگه. چرا؟ توی نظام قدیم یه فصلی بود به نام فصل، یعنی این مبحثی که یکی از سرفصل‌های فصل یک قبلا فصل 3 کتاب شیمی پیش دانشگاهی بود، یعنی یه فصلی مباحثش خیلی سه خدا رو شد که اینجوری شد. تازه اینجوریه بچه‌ها اینقدر اسید باز بود، اون اسید باز قدیم بود که هیچی اصلا. یه سرفصلی داشت تحت عنوان تأثیر دما روی بازه پی‌اچ. این بازه پی‌اچ که 0 تا 14 اگه دما زیاد بشه کوچیک میشه، دما کم بشه این بازه بزرگ میشه. یعنی اگر دما 25 درجه باشه بازه پی‌اچ به آقاش 0 تا 14، دما بره بالا مثلا بازه پی‌اچ میشه 0 تا 12. اگه با دما بیاد پایین مثلا میشه 15 درجه بازه پی‌اچ میشه 0 تا 16 درجه 0 تا 14. درست؟ بازه پی‌اچ در اثر تغییر دما تغییر میکنه. به همین خاطر همه سوالی که شما میبینید حتی تو کنکور هم هنوز طراحا به سبک و سیاق نظام قدیم و به یک رسم علمی در مفهوم اسید و باز معتقدیم زمانی ما اجازه داریم از این فرمول استفاده کنیم و بگیم حاصل جمع پی‌اچ به آش برابر 14 و این دو بازه برقرار است که دما 25 درجه باشه، ولی در واقع چون دیگه تغییرات دما به ما دست داده نمیشه عملا دمای برای ما اصلا نقش تو حل سوالمون. ما گفتم بدونی اگر تو مسئله های میبینی تو مسئله اسید رو دما میگه دونیم نگید دمای برای چیه به چه درد میخوره. حالا یه جمله خیلی مهم میخوام بگم، خیلی مهم، خیلی مهم. بعضی‌ها به اشتباه فکر می‌کنن محلولی اسید است که فقط یون هاش مثبت دارد و محلولی باز است که فقط یون هاش منفی داره. چون ما تو نظر چون ما تو نظریه آرنیوس گفتیم که آرنیوس میگه اسید ماده است که در آب هاش مثبت آزاد یا تولید کنه و باز ماده‌ای که در آب حل بشه هاش منفی آزاد یا تولید بکنه. درسته؟ پس هاش مثبت میشه پارامتر اسید برای ما و هاش منفی میشه پارامتر باز برای ما. بعضیا فکر میکنن آقا این محلولی که الان این توه اگه میگیم اسیده یعنی فقط هاش مثبت داره و اگر میگیم بازه فقط هاش منفی داره. کاملا این نظریه غلطه. حالا درستش چیه؟ این محلول چه اسید باشه چه همون هاش مثبت داره همون هاش منفی داره. این محلول چه اسید، جمله رو تکرار میکنم گوش بده، این محلول چه اسید باشه چه باز هم هاش مثبت داره همون هاش منفی. اگر اسیده غلظت هاش مثبتش از غلظت هاش منفیش و اگر بازه غلظت هاش منفیش از هاش مثبتش. محلول های اسیدی، محلول های بازی، محلول های خونسا همشون هم هاش مثبت دارن هم هاش منفی دارن. پس یعنی برای ما در کنکور همه محلول ها هم هاش مثبت دارن هم هاش منفی. عشق من یا خیلی من خیلی متشکرم. اگر میگیم یک محلول داریم چه اسید باشه چه باز باشه چه خونسا باشه هم پس وقتی که هاش مثبت داره پی هاش هم داره، وقتی که هاش منفی داره پی هاش. پس شما برای هر محلولی میتونی هم چی به دست بیاری پی هاش هم پی هاش. بذارید یه مثال بزنم بهتر درک کنید. آیا من میتونم مطلق بگم ایشون آدم خوبی است؟ نه. اگر میگم پسر خوبیه یعنی از 100 واحد خوبی و بدی آدم ها 80 واحد خصلت های خوب داره ولی 20 واحد خصلت های بد هم داره. کسی که 80 واحد خصلت های خوب داره 20 واحد خصلت های بد میگه آدم خوبیه. درسته؟ آدمی که میگیم آدم بدیه اگر ایشون بگیم آقا پسر بدیه یعنی 80 واحد خصلت های بد داره 20 واحد خصلت های خوب. آقا ممکنه یه قاتل زنجیره‌ای هم باشه بیاریم اینجا 7 نفر هم گفتیم گفته
کشته باشه ولی یه بچه ببینه مثلا خیلی بودی باش برخورد کنه، با بچه مهربونی باشه، نازش کنه، خوب برخورد کنه، آقا اخلاقش خوبه ولی اعصاب نداره، زده از نفر رو کشته. پس نمیشه مطلق بگیم آقا آدمی که بده تو همه چی بده، بد اخلاق نمیزنه، همه رو میکشه، مسواک نمیزنه، نمیدونم حالا همه تو همه چی که بد نیست که. هر آدمی، بدترین آدم هم بالاخره یه سری ویژگی‌های خوب داره. اسیدی ترین محلول دنیا هم اندک ایون اوهاش منفی داره. خیلی جمله سنگینی بود، فهمید چی گفتم؟ آروم میگم یه بار دیگه فکر کن. اسیدی ترین محلول دنیا هم اندکی اوهاش منفی داره. بازی ترین محلول دنیا هم اندکی اوهاش مثبت داره. درست شو؟ به همین خاطر ما برای همه محلولای دنیا چه اسید باشن چه باز باشن میتونیم پهاش تعریف کنیم یا پهاش، چون پهاش از روهاش مثبت به دست میاد، پهاش از روهاش. حالا در اسیدها، در محلولهای اسیدی، غلظت هاش مثبت برابر است با 10 به توان منفی پهاش، و در بازها غلظت اوهاش منفی برابر است با 10 به توان منفی پهاش. در اسیدها غلظت اوهاش مثبت 10 به توان منفی پهاشه، و در بازها غلظت اوهاش. آقا این مگه یک جمله تواندار، یک معادله تواندار، یک تابع نفع تواندار نیست؟ درسته؟ معکوس توابع نمایی میشه لوگاریتم. دفتر روسیم الان من میخوام این دوتا رو معکوسش رو بنویسم، یعنی به صورت لوگاریتمی. پهاش میشه منفی لوگ غلظت هاش مثبت. پهاش میشه منفی لوگ غلظت هاش مثبت. اینو تو بگو. پهاش میشه منفی لوگ اوهاش منفی. پس پهاش میشه منفی لوگ اوهاش منفی. فهمیدی چی شد؟ بله. همه فهمیدن؟ سوالی نداریم تا چیزی نفعی رو گفتیم؟ استاد، یه بار دیگم واسه هم بودیم. بچه ها، آ مساوی با 10 به توان منهای بی. میگیم این معادله رو، مگه این یک معادله تواندار یا نمایی نیست؟ یه چیزی مساوی 10، یه چیزی به توانه، توان داره دیگه، جمله نماییه، توانداره. میگه معکوس این رو بنویس. معکوس تابع نمایی میشه تابع لوگاریتم. درسته؟ این توانه بی برابر است با، چون منفی داره میشه منفی لوگ. آقا اول بیا اینجوری ساده شو بنویس. آ 10 به توان بی باشه، بی میشه لوگ آ. بله؟ 10 ثانیه زور بزن به این. آ 10 به توان بی باشه، بی میشه لوگ آ. بله؟ بی میشه لوگ بابا، مگه ما نمیگیم لوگ آ برابر با بی باشه لوگاریتم بی مبنا برداشت 10ه؟ 10 به توان بی میشه آ. 10 به توان بی میشه آ. آقا هم موقعی که ما در اون تقریبا یه جوری نگاه بابا چی نوشتم اینا ها؟ لوگ هر چی، لوگ هر چیزی بشه فلان، 10 به توان فلان میشه اون. آقا اینو نگاه کن، اینو اصلا یه دقیقه اینو نگاه کن، زل بزنید به این. قرآن بریم تو مسئله ها، بعد اینو بپرسم بلد نباشیم پاره و بودتون بکنم. نگاش دیگه نمیدونم مثلا میگن یه چیزی میخوای به این کسی بفهمونی، از پایه‌ای ترین و ساده ترین شکل ممکن شروع کن. بیا بالا دیگه، واقعا نمیدونم دیگه پایه‌ای تر و ساده تر از اون چی باید بگم. Thank you.
فهمید این رو؟ حالا نگاه کن ببین آقا من میگم لوگه آ برابره با بیه و اینجا مبنا نداره طبق چیزی که یاد گرفتیم ده میشه اینجا پس نتیجه این میشه ده به توان بی مساوی با آ کاری نداره بعد میگم لوگه هاش مثبت رو ازش یعنی منفی هم توش ضرب بکنی برابره با په هاش میشه آقا همون هاش مثبته بی همون په هاشه یعنی اجازه ندارم حالا یه ذره از این سخترش کنم کاری نکردم فقط به جای آبه یه جمله گذاشتم دیگه اگه اجازه بدی ما با آبه دیگه مسئله اسیدباز حل نکنیم در حل مسئله اسیدباز نیاز به هاش مثبت و به هاش داریم این همون بالایی هستی شما اگر اینجا منفی ضرب بکنیم درسته؟ پس این هم میشه در به توان منفی بی مساوی آ پس الان حالا تواندارش تو بگو در به توان منفی به آش مساوی با غلظت آش مثبت بله؟ بله در به توان منفی به آش مساوی غلظت آش مثبت حالا اگه برای باز باشه باز با آش منفی داره و په و هاش پس در به توان منفی به آش میشه غلظت آش منفیش معکوسش میشه لوگاریتمیش که منفی لوگ آش منفیش میشه په و هاش درست شو؟ اینه یعنی در واقع عیناً مشابه سازی کردیم بر اساس همینی که همه موافقت نمیشه یکم باز بهش نگاه کنیم مشکل نیست اینجا؟ نه؟ این دوتا معادله و تساوی ادامه داره جمله بعدیش میشه ام ضرب در ان ضرب در آلفا این هم همینطور ام ضرب در ان ضرب در آلفا حالا ببینیم این باشه رو پاک کنم ام چی بود؟ غلظت مولار یا مولاریته مول بر لیتر غلظت مولار یا مولاریته که واحدش همون مول بر لیتر این چیه؟ بهش میگن ظرفیت اسید یا باز چه در اسید ها چه در باز ها این اسمش ظرفیت اون اسید یا بازه حالا ظرفیت یعنی چی؟ تعداد هاش در اسید ها تعداد او هاش در باز ها اگه مادت اسیده بشنو ببین چند تا هاش داره ظرفیتش هم داره اگه مادت بازه بشمار ببین چند تا او هاش داره ظرفیتش هم داره درست؟ یعنی مثلا من اگر هاش سی ال دارم این یه اسید چند ظرفیتیه؟ یه دارم چون یه دونه هاش داره اگر هاش تو اس و چهار دارم این یه اسید چند ظرفیتیه؟ دو اگر هاش سه په و چهار دارم این یه اسید چند ظرفیتیه؟ سه ظرفیت هم کلن میتونه یا یک باشه یا دو باشه یا سه باشه چه برای اسید و چه برای باز ها هم اسید ها هم باز ها بازه یه ظرفیتشون بینی یک تا سه یک دو سه مثلا من دارم ان آ او هاش این یه بازه یه ظرفیتیه چون تعداد او هاشش یه دونه است مثلا دارم MG OH دو مرتبه این یه باز دو ظرفیتیه چون تعداد OHش دوتاست مثلا دارم AL OH سه مرتبه این یه باز سه ظرفیتیه چون تعداد OHش ستاست درست شو؟ شما هرگز اسید یا باز بی ظرفیت یعنی کمتر از یک یا اصلا چهار ظرفیتی، پنج ظرفیتی نمیدینیم وجود نداره اسید ها و باز ها همه بی ظرفیتشون یا یک یا دو یا سه باز این گفت که قبول خونسا کاری نداریم آره کجای قبول حاکم بر اسید و باز هسته و اون سوال هایی هم که شما باید از این توش استفاده بکنید به ماده ای که شما میگه یا اسیدی یا بچه اگه اسیدی حوض نماشه اصلا نمیشه این آره مسئله برای شد اوکیه؟ جان؟ به دو دلکترون چی؟ اگه منظور تو درست فهمیده باشم برمیگرده به ظرفیت اینا این ان آی یه بار مثبت این چی دو مثبت این حال سه مثبت همون تعداد الکترونیه که برای تبدیل شدن به این ترکیب از دست دادن نه تعداد الکترون تعداد الکترونی که مبادله کرد آره
آلفا رو هم که جلسه پیش مفصل یادتون باشه بچه‌ای که بودن راجع بهش صحبت کردیم، بچه‌ای که نبودن اصلا ویدیوی کلاس رو بگیرن ببینن. نمیدن. پس منتظر باشید که حالا در فرصت خودمون کلاس فوق‌العاده بذاریم، جلسه یک شو دوباره تعریف. آلفا یه مرور سریع بخوایم بکنیم، گفتیم آلفا اسمش درجه یونش یا درجه تفکیک یونیه که هست تعداد مولکول های تعداد مولکول تفکیک شده تقسیم بر تعداد مولکول حل شده. آلفا یا درجه در 99% مواقع آلفا رو خود سوال به ما میده و در مورد 5 تا اسید و 10 تا باز که لیست اسید و بازهای قبلی بود در جلسه پیش گفتیم اونا رو باید بشناسیم که آلفاشون چنده؟ یک. چیا بودن اسید ها؟ هاش های، هاش بی آر، هاش بی ات، هاش بی ات، اینا اسید های قوی هست و باز های قوی دیگه نمی‌نویسم. هیدروکسید گروه یک و دو، هیدروز، هیدرونو، درسته؟ این پکیج از اسیدها و بازها همگی آلفاشون چنده؟ یک. فقط اینا رو اگر تو سوال بده آلفاشون رو نمیده، چون انتظار داره تو خودت بدونی. ولی هر اسید یا بازی بجز این 15 تا ماده، این 15 تا ماده رو آلفاشو به تو نمیده، چون تو باید بدونی یک. بجز این 15 تا ماده، هر ماده دیگه اگه بخواد تو سوال استفاده بکنه به عنوان ماده اصلی اون سوال، حتما آلفاشو به تو ما که نمیتونید میلیارد اسید و باز دنیا رو آلفاشون رو حفظ باشید که این 15 تا رو باید حفظ باشید. 5 تا اسید قبلی، 10 تا باز قبلی، این 15 تا ماده آلفاشون یکی و ما باید حفظ باشید. پس سوال نمیده، به جز اینا رو به ما میده قطعا. درست شو؟ این دوتا رو معکوس کردی لوگاریتمیش رو نوشتی. حالا بیا این دوتا جمله رو معکوس کنی لوگاریتمیش رو نوشتی. 10 به توان هرچی، آقا وای خدا، 10 به توان آ میشه بی، درسته؟ پس 10 به توان منهای آ میشه منهای بی دیگه، درسته؟ یا بذار نگیم منهای بی. اگر 10 به توان منهای آ مساوی با بی باشه، پس آ رو چی بنویسیم؟ منهای لوگ آ. بله؟ 10 به توان منهای آ بی، 10 به توان منهای آ بی باشه، درسته؟ پس آ میشه منفی لوگاریتم این. بله؟ بله. پس یعنی بگو په هاشو چی بنویسم؟ منفی لوگ این جمله، یعنی منفی لوگ امد آلفا. په هاشو چی بنویسم؟ منفی لوگ امد آلفا. بله؟ همون کار بالا رو کردم، فقط به جای آبه په هاش که هاش من امد آلفا گذاشتم. سخته؟ کی گفت سخته؟ و آخرین نکته، همونطور که در همه محلول‌های دنیا، در همه محلول‌های دنیا یه با ببین 5 بار گفتم بعد به این مسئله برسیم. آقا اینجا حاصل ضرب این دوتا برابر چه؟ در همه محلول‌های دنیا حاصل جمع پهاش به هاش 14 و حاصل ضرب غلظت هاش مثبت در غلظت اوهاش منفی 10 به توان منهای 14. در همه محلول‌های دنیا حاصل ضرب هاش مثبت در اوهاش منفی 10 به توان منهای 14 و حاصل جمع پهاش و پهاش برابر 14. درست شو؟ مشکلی نیست؟ اینجا رو گوش بده؟ اینجا رو گوش بده؟ اینجا رو گوش بده؟ هرچی به ما بگه یک محلول اسیدی تره؟
یعنی غلظت عامل اسیدی توش بیشتره، یعنی غلظت آشان مثبتش بیشتره، یعنی غلظت عامل بازی توش کمتره، یعنی اسیدی تره، اسیدی تر یعنی روی این دوتا محور میریم به سمت اسیدی شدن، به سمت اسیدی شدن یعنی پیش به سمت پس یعنی هرچی محلول اسیدی تر بشه پیچمون میره به سمت صفر، یعنی پیچ کمتر میشه. بله به و هاش بیشتر. فوق العاده نتیجه گیری مهمی، هرچی به من بگه محلول بازی تر میشه، یعنی عامل اسید توش داره کمتر، عامل باز توش داره بیشتر میشه. وقتی محلول بازی میشه رو این دوتا محور به سمت راست حرکت میکنیم، یعنی پی هاشو میره به سمت 14 زیاد میشه، پی هاشو میره به سمت 0 کم میشه. پس یعنی پی هاش افزایش، پی و هاش افزایش. درسته؟ این چهار مؤلفه برای یک محلول، هاش مثبت، هاش منفی، پی هاش، پی هاش، این چهار مؤلفه برای یک محلول رو تو باید بتونی برای هر محلول جلوی خودت به دست بیاری. این چهار مؤلفه رو برای هر محلول، مثلا به تو میگه محلولی داریم که پی‌اچ‌اش دوه، یه محلولی داریم با پی‌اچ دو، یعنی از بین چهار مؤلفه پی‌اچ، پی‌اچ، هاش مثبت و هاش منفی چند تا شده ده؟ ما باید سه تا دیگر رو به دست بیاریم. مگه حاصل جمع این دوتا 14 نیست؟ وقتی پهاش دو باشه پهاش چنده؟ همون شد رفت پهاش 12. تا اینجا رو همه فهمیدم؟ یه کلی تکون بده بشنه بفهمیدم. حالا چی دیگه میخوان؟ هاش مثبت و اوهاش منفی، غلظت هاش مثبت، غلظت اوهاش منفی. رابطه بین پهاش و هاش مثبت چی بود؟ هاش مثبت میشه در توان منهای پهاش، هاش مثبت میشه در توان ا منهای پهاش، پس غلظت هاش مثبتش در توان منهای دوه. درسته؟ پهاش چی میشه؟ اوهاش منفی میشه در توان منفی پهاش، پس من اوهاش منفی میکنم در توان منهای پهاش در توان منهای فهمید چی شد؟ پس الان ما با داشتن یه دونه ستای دیگر رو پیدا کردیم، فقط هم از همین تیکه استفاده میکنیم. بچه ها تموم شده است، یعنی درسنامه اصیل بازنامه اصیل اصیل حالا دیگه میخوایم بریم تا آخر امروز مسئله هم کنیم. فقط یه دامه یه چیزی بگم، کل این دوتا تختهی که پر کردم فقط فدای این تیکه است، این تیکه همین، این بریزی است، کلش میخواد اینو توضیح بده و کل مسئله اسیدوزم با این معنی شد. یعنی تو برای اینکه بفهمی معکوس جمله تواندار میشه لوگاریتمی و من اگر زارت اینا رو می‌نوشم اینا رو زیرش می‌نوشم تو مثل آهو تو اصلا گیر می‌کردی. پس کل این تخته رو اول گفتم که وقتی میام زیر این اینو می‌نویسم نگی چی شد. پس کل اون تخته فهمیدن همین آبی قرمز است که چجوری همین در اومد. یه جمله امن الفا داره، کل اینجا داریم توضیح میدیم امن الفا چیه، اینجا هم نتیجه گیریاشه، اینم رابطه بین پهاش دوهاشه کل، یعنی در واقع تخته فقط داره که اینو توضیح میده، همین دو خط. مثلا این مسائل اسید باز میگن چه جوری انجام هم دو تخته فرمول داره، دو خط فرمول، دو تا بچه خط فرمول داره در اسیدها، پاش مثبت برابر است با در به توان منفی پهاش برابر امن الفا، در بازها غلظت او هاش منفی در به توان منفی به هاش مساوی ام ان. گرفتی چی شو؟ کادر بالای صفحه 20 کادر بالای صفحه 20 رو می‌بینی؟ کادر بالای صفحه 20 اون تخته رو باید پیش بنویسی، تخته سمت چپ رو، تخته سمت چپ جاش تو کادر بالای صفحه 20. تخته سمت راست بیا درسنامه ریاضیه که اصلا جایی از شما باید تو کاغذ بنویسی یا پایین صفحه یا سلام 19 بنویسی. چیز
رو یادگاری داشته باشی؟ این جمله است اینا منفی لوگ آ در نظر من بگیر چه بی من های لوگ آ واسه میتونی کالیزی عکس بگیر ازش؟ نگرفتیم تو گروه گذاشتیم حالا هفته پیشو که امروزم بذاریم اون یه دیگر از کوچیک داخل اون یه دیگر کنه باش یه بخش زیادی از پسران مشکل بیماری دارن ولی میگم به خاطر فشار درس فشار عصبی و درس اومدن یه دونه صفر پشت چهار رو کم کنید یعنی چند تا صفر داره؟ صفر بعد دو تا صفر داشته باشه که بشه 4000 گفته پیماش محلول 4000 مولار باریوم هیدروکسید رو به دست کنید پس محلول ما باریوم هیدروکسید خوب نگاه کن چجوری مسئله ها رو حل کنم اول هر سوالی داشتید هر سوالی بود بلافاصله فرمول ماده رو اول بنویسید که بدونید دارید چی صحبت می‌کنید این ماده اسید یا باز قویه یا ضعیفه قویه جلسه بعد جلسه بعد یه دقیقه چی نگید این روال تا آخر برقراره جلسه بعد از تمام چیزایی که از ابتدای جزوه تا آخر درس امروز داریم درس می‌پرسن یک کلمه با به این ور اونور بدی یا دیر جواب بدی میری بیرون انقدر میشینی میخونی تا برگردی بتونی درست این آدم جواب بدی نمیتونی مسئله حل کنی اگر قوی ضعیفا رو بلد نباشی او 50 بار گفتی همینجا نوشتم پاک کردم خودتون داشتی میگفتی 5 تا اسید قوی داریم 10 تا باز قوی داریم هیدروکسید بورای 1 و 2 به جز برلیوم و منیزیوم اونایی که جلسه پیش بودن دقیقاً همینجا جاشم اینجا بود بورای 1 و 2 جدول رو نوشتم یا ننوشتم گفتم اینا رو باید حتما حفظ بشی یا نباشی برلیوم و منیزیوم کلسیم استرانسیوم باریوم رادیوم بورای 2 هست یا نه پس این باریوم هیدروکسید بورای 2 هست یا نه هیدروکسید بورای 2 باز قوی هست یا نه پس چرا وقتی میپرسم قوی یا ضعیف ذل میزنی 3 نفر جواب میدن نمیشه مسئله حل کنی دیگه بعد 2 هفته میگذره تاریخ زمان تدریس و خوندن اسید باز تموم میشه به ظاهر تستاش هم زدی یه چک نویسی هم به ما تحویل دادی حالا معلوم میخونه چه غلطی کردی ولی نخوندی میای اینجا بعد آقا من نمیدونم چرا مشکل مسئله اسید باز دارم نمیدونم چرا نمیدونم نمیخونی درس نمیخونی
نمیدونم منتظر چه اتفاقی هستیم برای شروع درس خوندن. حالا اصلا منتظریم کار بیشتر بره جلو. 20 صفحه درس دادیم، 20 صفحه از کتاب 12می که تازه بار اوله داری میخونی و یاد میگیری رو درس دادی. دیگه چقدر 100 صفحه باید بشه تا شروع کنی بخوندن؟ نمیتونی مثلا حل کنی ندونی قدیه کیه ضعیف کیه. نمیتونی الان بفهمی این چون قدیه آلفاشو باید یک بذاری. نمیدونی اگر چون زیربنده و آشش دوه باید این و ظرفیتشو دو بذاری. تو رو قرآن درس بخونی. بعدم میاد از شروع این روالی که بخوایم هر جلسه، چون اونجوری گپ میخوره تو درست، هر جلسه بیایم 5 نفر رو بریزیم بیرون، خب بعدش که نمیتونم منتره تو وایسم که باید شروع کنم درسامو بدم. وقتی شروع کنم درسامو بدم درس اون جلسه رو نمیفهمی، چون بیرونی داری گنکاری جلسه قبل تو ماسکولی میکنی. واقعا فکر نمیکردم جلسه دو به این داستان بخوریم که آقا این بالاخره قضیه یه ذره دوست دو 5 دقیقه قبلش هم اینجا راجبش حرف زده بودیم. گفتیم مولاریت همون 4000 رو درسته؟ پس مولاریت همون میشه 4 در 10 به توان منهای 3. یه پیشنهاد، همیشه در محاسبات ریاضی نه فقط اسید و باز، کل کنکور کل شیم، سوال های شیمی همیشه اعشا رو تبدیل کن به 10 به توان منفی فلان. همیشه کار کردن با این مدل عدد راحت تر از اون مدل اعشاییه. پس مولاریتش 4 در 10 به توان منهای 3 بازه، چون اوهاش داره. هی به خودت بگو فلانه چون اینجوریه، بازه چون اوهاش داره، قویه چون هیدروکسید گروه 2ه پس قوی باشه آلفاش 1، دو ظرفیتیه چون تعداد اوهاشش 2 تاست پس 2. MN آلفا میریم سراغ فرمولامون. MN آلفا پس MN آلفا رو داده، گفته چیشو به دست بیار، چیشو؟ پس از من پیهچش رو خواسته. خوب گوش بده ببین چی میگم. مادت اسیده یا بازه؟ بازه. میریم سراغ خط فرمول های باز. باز 2 نقطه اوهاش منفی په اوهاش امن آلفا. اینجا من تو فرمول باز ها په اوهاش توش دارم، این از من چی خواسته؟ اوهاش. پس در مورد یک باز از من اطلاعات اسیدی خواسته. پس این سوال سوال عادی نیست، سوال کرمداریه. ماده باز اطلاعات اسیدی خواسته. پس من اول باید برم طبق خط فرمول های باز چیشو به دست بیارم؟ بعد میگم حاصل جمع پهاش پهاش برابره 14. عدد پهاشی که پیدا کردم از 14 کم میکنم پهاشش به دست بیارم. درست شو؟ دقت کنید به این که آیا ماده ای که داده با خواسته سوال همخونی دارد یا ندارد. اینجا همخونی؟ ندارد. پس اول میگم 10 به توان منفی پهاش مساویه امن آلفا. ببین بچه ها از من میپرسن آقا شما مگه نگفتی این دو خط همین هاست فقط تغییر یافته شه، درسته؟ اینا مدل توانداریشه، تواندار نوشتیم، اینا مدل لوگاریتم میشه نوشتیم. کی از اینا استفاده کنیم کی از اینا؟ من هیچ جوابی ندارم، واگذار میکنم به درک خودتون. الان من اینو همینجا این سوال تو اولین سوال خودتون تکلیفتون مشخص کنم. من اگر بخوام اینو حل کنم همین فرمیشو جاگذاری کنم میشه 10 به توان منفی پهاش مساویه با 4 در 10 به توان منهای 3 ضرب در 2 ضرب در 1. اینا رو تو هم ضرب کردم، درسته؟ از اینجا میخوام چی رو پیدا کنیم؟ پهاش رو، درسته؟ حالا اگر مدل لوگاریتمیشو بنویسیم، البته اینو باید نوشتم در جا منهای چی؟ اوهاش، اینم پهاش. این مدل توانداره. حالا بیا مدل لوگاریتمیشو بنویسیم. مدل لوگاریتمیش میشه این پهاش منفی لوگ امن آلفا. پهاش منفی لوگ این حاصل ضرب، یعنی 4 در 10 به توان منهای 3 ضرب در 2 ضرب در 1. به نظرتون پیدا کردن پهاش با این ریخت و قیافه راحت تره یا با این ریخت و قیافه؟ بالایی یا پایینی؟ تو سخت بخوای مجهول تو توان باشه پشتش هم یه منفی باشه آروم به مجهول تو پیدا کنه، قبول داری؟ اما اینجا فقط کافیه منفی لوگمون عبارت رو به دست بیاری، یعنی لوگاریتم بگیری ازش یه منفی توش ضرب بکنی. فهمیدی چی شو؟ پس من در جواب این که آقا
با اینا حل کنیم یا اینا هیچ جوابی ندارم بهت بدم. باید بگم متناسب با سوالی که داری ببین مدل تواندارش به تو معادله راحت تری میده برای حل کردن یا مدل لوگاریتمیش به تو معادله راحت تری میده برای حل کردن. همه منظورا رو فهمیدم؟ نه. مثلا کدومش بهتره؟ لوگاریتمیش. پس حالا من پهاش میخوام یا پهاش اول؟ پهاش. پس میگم پهاش منفی لوگ ام ان آلفا. پس یعنی پهاش میشه منفی لوگ حاصل ضرب اینا. اینا رو تو هم ضرب بکنم دیگه یه دفعه مینویسم 8 در 10 به توان منهای 3. 8 در 10 به توان منهای 3 منفی لوگ آ در 10 به توان منهای بی. منفی لوگ آ در 10 به توان منهای بی درست شو؟ میشه چی؟ بی منهای لوگ آ. پس یعنی اینجا میشه پهاشمون میشه 3 منهای لوگ 8. لوگا رو اینجا داده بودم قرار شد 1 تا 10 رو حفظ کنیم. لوگ 8 میشد؟ لوگ 8 و 9 جفتش 9 دهم بود. پس این لوگ 8 میشه 3 منهای 9 دهم رو 1 دهم. این چیه منه؟ پهاش. ولی من چی میخوام؟ پهاش. پس پهاش میشه 14 منهای این 2 1 دهمه که میشه 11 و 9 دهم. فهمید چی شد؟ بله. بله؟ بله. بزرگترین آفت این مدل سوالا اینه که حواست نباشه به این که ماده باز داده ولی اطلاعات اسیدی میخواد. یعنی از همون اول بنویسی پهاش هم مساوی فلانه تا تمیر این عددی که پیدا میکنی پهاشت میشه اگر اونجوری بری. یعنی 2 1 دهم شد پهاشت. زل میزنی به گزینه ها میبینی 2 1 دهم نداری چون حواست نیست این که به دست آوری چیشه پهاشش. الان باید از 14 چیکار کنی؟ کمش کنی تا پهاشت پیدا بشه. یه دقیقه بیاییم بالا، سوال دور هم حل کنید بعد با هم نیست. هیچ چی ندهیست، همه به خود کار بگیم فقط زور جزایی رو تخت کنید. گفته پهاش محلولی از سدیم هیدروکسید. سدیم هیدروکسید یعنی NaOH درسته؟ اسیده یا بازه؟ بازه. چرا؟ OH داره. چند ظرفیتیه؟ چرا؟ چون اوهاشش یه دونه است. قویه یا ضعیفه؟ چون هیدروکسیل گروه پهاش معلولی از سدیم هیدروکسید در دمای 25. پس من الان امشو نمیدونم ولی امش یکه، آلفاش هم یکه. یه ظرفیتی قویه پس ام آلفاش یکه. گفته که پهاشش 12.3 پهاشش 12.3 در 2 لیتر از این محلول. حجم محلول رو به من داده 2 لیتر. چند گرم NaOH حل شده؟ گرم محلول رو از من میخوام. ایکس گرم NaOH در این محلول وجود داره. این اطلاعات سوال. NaOH رو خودم از رو فرمول ماده در آوردم، پهاش و حجم محلول رو سوال به من داده، گرمش رو میخوام. یه دفعه هیچی ننویسیم. همه موافقی گرم یک اطلاعات استوکیومتریه. یعنی اگه شما بگن همینجوری یه هایی که یاد دیگه گرم مال کجای شیمیه یه شما نمیگه مال ترمودینامیکه مال سینتیکه. تو نام شاید مسئله ای بدن که توش گرم داشته باشه ولی مال اصلا سوالی که توش گرم ماده داره بعد سرعت خواسته تو میگی ترکیب سینتیک با استوکیومتریه. درسته؟ پس گرم جزء اطلاعات استوکیومتریه. مول چی؟ مول ما بیشتر کجا استفاده میکنیم؟ بازم تو استوکیومتری. درسته؟ پس مول و گرم جزء اطلاعات چی محسوب میشن؟ استوکیومتری محسوب میشن. موافقن همه؟ بله. پهاش پهاش مال کجاست؟ اسید بازم. تو حل این سوال نقشه راه اینه. من چی دارم؟ پهاش رو باید ببرم به پهاش رو ببرم به مولاریته، مولاریته رو ببرم به مول، مول رو ببرم به گرم.
از کجا باید بفهمیم این سوال با این مدل نقشه راه حل میشه؟ سوال سواله چه نفسیه؟ اسید گازه. داده سوال چیه؟ چیه؟ پس این تیکه یا کن این تیکه اطلاعات چیه؟ اسید گازیه. خواسته سوال که میره به سمت مولوگرم و اینا که در نهایت ما میخوایم گرم به دست بیاریم اطلاعات چیه؟ استوکیومتریه. درسته؟ همه اینا رو نوشتم که به این نتیجه گیری آخرش برسم. مرز به هم متصل کننده علم اسید و باز و علم استوکیومتری مولاریت است. شما رو این تخته به کل این تخته نگاه کن. تنها چیزی که من پای این تخته نوشتم و تو مسئله های حسی موقع که حسی بازم داری درس بدیم بازم اونجا ببینیم مشترک فقط داریم ما تو استوکیومتری مرده پهاش داریم پهاش داریم پهاش مثبت داریم پهاش منفی داریم ان ظرفیت داریم آلفا داریم اسیدهای قوی ضعیف داریم این نتیجه گیری ها رو داریم لوگاریتم داریم این فرمول هیچ کدوم از بین همه اینا تنها عضو مشترک این فرمولا با استوکیومتری کیه؟ پس تو وقتی میخوای یه اطلاعاتی یه مسئله که اطلاعاتش اسیدی بازیه رو ببری در نهایت برسی به یه اطلاعات استوکیومتری باید از چه پلی بگذری؟ عضو مشترک بین این دوتا علم یعنی؟ فهمیدی چرا نقشه راهنمون این شکلیه؟ اینا اطلاعات اسید بازیه اینا استوکیومتریه مرز مشترکشون میشه مولاریتی اوکی؟ شروع کنیم پهاش چنده؟ محلولی که پهاشش 12.3 پهاشش چنده؟ از 14 کم کنیم چون حاصل جمع پهاش باید 14 دیگه از 14 این کم کنیم میشه 1.7 موافقی؟ بله؟ خب رسیدیم الان اینجا رابطه بین پهاش و مولاریته پهاش و مولاریته یا این یا این 10^-(-pOH) مساوی ام ان آلفا 10^-(-pOH) مساوی ام ان آلفا پهاشو داریم؟ بله پس اینو میذاریم 10^-(-)منهای چند؟ یک و هفت امو داریم؟ نه نداریم اینو داریم؟ بله یک آلفا رو داریم؟ بله یک پس الان مجموعه این رابطه چیه؟ مولاریته یعنی من اگر این معادله رو حل کنم از پهاش میرسم به مولاریته بله؟ پس مسیرم رو دارم درست میرم خب الان مولاریته هست 10^-(-)  منهای 1.7 یادته رو تخته اولی که اینجا درس دادیم گفتم یکی از کارهایی که باید بکنیم باز کردن جمله های توان داره و مهمش باز کردن جمله های توان داریه که توانش منفیه الان من مولاریتم که در طول منهای 7 رو میخوام بازش کنم میتونم بنویسم در طول منهای 2 ضرب در طول 3 چون منهای 2 برداری 3 میشه؟ منهای 7 موافقی؟ 10^-3 یعنی عددی که لوگاریتمش 3 چند میشه؟ درسته؟ این کار رو میکنیم این کار یعنی اینجوری تفکیک میکنیم که از توش یکی از اونها در میاد اصلا هدفمون از این مدل تفکیک کردن اینه که یا از توش 10^-3 در میاد از اون 5 یا از اون 6 یا از اون 7 یا از اون 8 که جوابشون روند بشه 2 3 4 5 6 ها پس 10^-3 یعنی عددی که لوگ 3 چند میشه 2 پس مولاریتم شد 2^-10^-2 آقا قاضی مراد مولاریته رو خودشو همون در تا منهای 1.7 دیگه نشون قلدن اصلا کسی اصلا اجازه نداره به تو ایرادی بگیره که الان از نظر ریاضی غلطه از نظر علم ریاضی 10^-(-)  منهای 1.7 با 2^7 هیچ فرقی نمیکنه ولی خودت بگو کار کردن با 2^7 راحت تری یا در تا منهای 1.7 بله رسیدیم اینجا مگه مولاریته مول به لیتر نیست؟ مولاریته رو داده به دست آوردم چند؟ 2^7 2^10^-(-)  گفته محلولم چند لیتریه؟ 2 لیتری از اینجا چی به دست میام؟ مول مولش میشه 4^-(-)  درسته؟ مثلا رسیدم به مول رسیدم به اینجا یه قدم دیگه فاصله دارم تا گرم
گرم برابر است با مول ضرب در جرم مولی. مولش رو چند پیدا کردم؟ 400 ضرب در جرم مولی. کل ماده ای که در موردش سوال می‌کنم که NaOH جرم مولی سدیم 23 اکسیژن 16 هاش 1 پس جرم مولی NaOH هم میشه جمع بزنم صفر چند؟ چهل چهار تا چهل تا صد و شست تا صد و شست دو رقم اشاره بکنه میشه یک و شیشتم درسته؟ اون شونزده صدامه رو بکنی یک و شیشتم بنمیسیم این دوتا رو سوال سه برو صفحه بر خیلی سخت میشه این مطلب از این صفحه هم داریم از این وارد مسائل خیلی جدی هستی دوتا شد من هم یک شده چه میکنه؟ چند تا سوال میتونه؟ پنج از اصلی جان من شبیه یه دنیا دو تا شون شده یه سه تا یه چهار تاش مثلا بچه ها الان اصلا مهم نیست اینا رو دارید میگیره من اصلا ناراحت هم نمیشم خیلی هم اصلا جدی نیست به خاطر اینکه قطعا نظراتتون تغییر میکنه ولی خیلی بده اینکه شما جلسه اول مواجهه با یه موضوعی حتی تو ذهن خودت هم باشه حالا این دوتا گفتن ممکنه خیلی عادی باشه اینکه جلسه اول و ما تازه سوال دوی یه مبحثی و مسئله شو حل کردیم این موضوع به ذهن برسه که از این مثلا تو چه سطحی سوال میدم تو تازه تو حل سوال دوم از یه مبحثی اصلا نباید تو هر مبحثی تو هر اول جلسه رو گفتم درس امروزمون خیلی سخته تو هر مبحثی خصوصا مبحث سختا تو باید 7 تا 8 تا 10 تا 20 تا سوال اول جلو حل بشه تو هر کدومش مطالب قبلی دوباره تکرار بشه دوباره تکرار بشه سه بار تکرار بشه 20 بار تکرار بشه جلو چشه تو دو هفته پشت سر هم بعد خودت بری خونه هر هفته 30 تا 40 تا 50 تا سوال حل بکنی بعد از اون تازه الان صلاحیت اینو داری نظر بدی آیا این مبحث سخته یا آسونه